سلمان رشدی رمان نویس کتاب آیات شیطانی که خمینی برای کشتنش جایزه تعیین کرده بود، از ترس کشته شدنش توسط مسلمان ها 30 سال به زندگی مخفی روی آورد و چندین بارم از مرگ تونست فرار کند. سر احمد سلیمان رشدی نیمه شب پنجشنبه 19 ژوئن 1947 در شهر بمبئی در هند و در خانواده مسلمان به دنیا آمد. پدرش بازرگان هندی بود و خانواده رشدی برای درمان موندن از آزار هندوها به پاکستان رفته بودند و از 14 سالگی به بریتانیا مهاجرت. سلمان در سال 1968 با مدرک کارشناسی تاریخ از کالج کینگ کمبرج دانش آموخته شد. سلمان رشدی پس از پایان تحصیل در بریتانیا برای کار به پاکستان رفت، اما به دلیل سانسور موجود دوباره به بریتانیا برگشت. سلمان با دومین کتابش با نام بچه‌های نیمه شب به شهرت رسید و جایزه ادبی منبوکر رو بابت نگارشش دریافت کرد. بیشتر آثار رشدی از شبه‌قاره هند ریشه می‌گرفت و عمدتاً به پیوندها و مشکلات و مهاجرت‌ها بین تمدن‌های غربی و شرقی می‌پرداخت. اما چهارمین اثر او که آیات شیطانی نام داشت، جنجالهایی در کشورهای اسلامی برانگیخت. رمان آیات شیطانی در قالب رئالیسم جادویی نوشته شده بود. داستان از اینجا شروع می شد که هواپیمایی از هند که توسط گروهی از سیکها ربوده شده و بر فراز انگلیس منفجر و تمام سرنشینان اون به جز دو هنرپیشه هندی مسلمان که قهرمانهای اصلی داستان بودند کشته می شد. یه نفر اول جبرئیل فرشته نام داشت و نفر دوم یه روح پلید رو بازی میکرد که در واقع یه نوعی میشه گفت که این داستان پردازی برمیگرده به زندگی محمد پیامبر اسلام. کل داستان کتاب برمیگرده به واقعه قرانیک. این واقعه زمانی اتفاق افتاده بود که چند ماه پس از هجرت مسلمان ها به حبشه، هنگام خوندن سوره نجم بین آیه ها چند تا آیه هم از سخنان شیطان گفته می شود و بت‌های کوچک کعبه که تا اون روز مشرک می دونستن، پیامبر اسلام اونا رو دختران الله خطاب می کنه و همه به اونا سجده می کنن، حتی مشرکین، چون که بت‌های اونا رو بزرگ گرامی داشته که مسلمانان از ترس مشرکین پا به فرار میذارن و شب که میشه جبرئیل به پیامبر وحی میکنه که اینا جزی از قرآن نیستن و مرتکب گناه شد، که حتی این واقعه در تاریخ طبری و تاریخ واحدی قید شده و اسلام شناسان این واقعه رو واقعی میدونن و اغلب مسلمانان شیعه و سنی این داستان رو افسانه بیش نمیدونن، که در واقع سلمان رشدی کل این ماجر رو به شکل رمان و داستان در آورده که طبق گفته خودش سعی داشته به عنوان کسی که مسلمان نیست برداشت خودش رو از پیدایش دین اسلام بیان کنه، اما این چیزی نبود که مسلمانان رو تا این حد خشمگین کرده باشه، بلکه بخشی از کتاب بود که در آن روسپیخانه ای رو به تصویر میکشه که نامش حجاب بود. آنانی که در آنجا تنفروشی میکردن نامهایشان با همسران پیامبر یکی بود، که همچنان در بخشی از کتاب نیز به رهبری به نام امام اشاره کرده که در تبعید و بعد از پیروزی انقلاب مردمش به کشورش برمیگرده، که حتی خود سلمان هم در مصاحبه‌ای به این موضوع اشاره کرده که منظورش کاملا خمینی بود. پس از انتشار کتاب، فتوای روح الله خمینی برای به قتل رسوندن وی باعث شد که سلمان رشدی سالیان درازی به زندگی مخفی روی آورد و دولت بریتانیا او را تحت حفاظت پلیس قرار داد و حتی دولت ایران علاوه بر فتوای خمینی جایزه میلیون دلاری برای کشتن این نویسنده تعیین کرده بودند که مسلمانان سراسر جهان اعلام آمادگی کردند و در همه جای دنیا به دنبال کشتن رشدی بودند. اما با توجه به اینکه رشدی تبعیت انگلستان داشت، پلیس این کشور از جان او محافظت کرد. حتی فردی به نام مصطفی مازه که از اعضای حزب الله لبنان بود برای کشتن او اقدام کرد و مصطفی در هتلی در مرکز لندن نقشه بمب‌گذاری را انجام داد، ولی به دلیل دیر عمل کردن به اتاق سلمان نرسید و 4 اتاق زودتر از سلمان بمب ترکید و خودش کشته شد.
و سلمان هم فورا اون اتاق رو ترک کرد و پا به فرار گذاشت. بعد از مدت ها مسلمانان که دستشون به سلمان نمی رسید رفتن سراغ مترجمان و در این وسط چند مترجم ایتالیایی کتاب، مترجمان ژاپنی و حتی طنزپرداز ترکی در هتل خودش کشته شد. بعد این همه کشتار و کتاب سوزی و اعتراض، موجی از حمایت‌های بین‌المللی برگرفت و جمعی از هنرمندان و بازیگران در صدد حمایت رشدی برآمدند. بعد 10 سال روابط ایران و بریتانیا که به خاطر کشتن سلمان رشدی به هم خورده بود، دوباره با تعهد اینکه ایران دست از سر سلمان رشدی برخواهد داشت و دنبال قتل او نخواهد بود، دوباره شروع شد و سیاست‌های منطقه رو از اول شروع کرد. اما اواخر دهه 90 سلمان از حفاظت پلیس انگلستان بیرون اومد و به آمریکا مهاجرت کرد و چندین رمان پرگوش دیگه رو نوشت. سلمان آگوست پارسال موقع سخنرانی در نیویورک مورد حمله چاقو قرار گرفت و پلیس نیویورک اطلاع داد که ضارب رشدی جوان 22 ساله‌ای بود که اهل نیوجرسیه. گفته این جوان به شدت طرفدار و تحت تأثیر سیاست جمهوری اسلامی بوده بود، اما مقامات جمهوری اسلامی وجود هر گونه ارتباط و آشنایی با این جوان رو رد کرده بود. رشدی بر اثر برخورد چاقو به کتف و کبد و معده‌اش بعد از 6 هفته بستری و درمان یک چشم و کنترل یک دستش رو از دست داد و هنوزم اعتقاد داره که کتاب او صرفاً یک رمان بوده و با هیچ کسی دشمنی نداره، ولی از جوامع آزاد و بین المللی و آزادی بیان درخواست میکنه که نگذارم به این شکل وحشتناک از دست افراطی ها دائما در فرار باشه و به شکل پنهانی زندگی کنه و همچنین درخواست داشته که اگه جامعه خودشو آزاد میدونه باید اجازه نشر این کتاب در کشورشو بده. خب دوست عزیزم، اگه تو هم از عملکردهای جمهوری اسلامی به اندازه من متعجبی، این پلیلیست روی صفحه رو از دست ندید.